خب دوستان، بعد از اینکه توی درس قبلی ما اومدیم و نرم افزار مدیریت MySQL و همینطور سرور MySQL رو نصب کردیم، توی این درس می‌خوایم بیایم و کار خودمون رو با MySQL شروع کنیم. وقتی که ما می‌خوایم با نرم افزارهایی که امکان مدیریت پایگاه داده‌ها رو در اختیار ما قرار میدن کار کنیم، اولین کاری که باید بکنیم این هستش که بیایم و داخل اونها یک پایگاه داده یا یک دیتابیس ایجاد کنیم تا با استفاده از اون دیتابیس بیایم و جداولی رو ایجاد و تنظیم کنیم و همینطور اطلاعات خودمون رو ذخیره و یا بازیابی کنیم. من می‌خوام بیام و کار خودم رو با MySQL شروع کنم. برای دسترسی به سرور MySQL از منوی استارت خودم عبارت MySQL رو سرچ میکنم و گزینه کامند لاین کلاینت رو بهش دسترسی دارم. یک روش این هستش که خب سرچ کنم. یه روش دیگه هم این هستش که بیام و داخل منوی نرم افزارهای نصب شده گزینه MySQL، گزینه اول یعنی کامند لاین کلاینت رو انتخاب کنم. هر دوی اینها یک نرم افزار رو باز میکنم. خب الان نرم افزار به من نمایش داده شده و از من میخواد تا رمز رو وارد کنم. این رمزی که این الان میخواد کدوم رمز هستش؟ اگر به خاطر داشته باشید موقع نصب نرم افزار MySQL ما اومدیم و برای حساب کاربری روت یا همون ریشه یه رمزی رو تخصیص دادیم. الان باید اون رمز رو وارد کنیم. من میام اینجا یه رمز اشتباه میزنم. میزنم 1 2 3. وقتی که اینتر میزنم چون رمز اشتباه هست نرم افزار بسته میشه. اما اگر بیام رمز صحیح رو وارد کنم چه اتفاقی میفته؟ نرم افزار اون رمز رو دریافت میکنه و بررسی میکنه. آیا صحیح هست یا نه؟ بله صحیحه. وارد سرور میشم. این MySQLی که اینجا نشون میده به این معنا هستش که الان من داخل سرور هستم. خب برای اینکه ببینم به درستی دستورات اجرا میشن برای تست، دستور کوئت رو اجرا میکنم که با استفاده از این دستور از محیط نرم افزار خارج میشیم. خب گفتیم اولین کاری که باید بکنیم این هستش که یک بانک اطلاعاتی یا یک دیتابیس ایجاد کنیم. برای ایجاد دیتابیس از چه دستوراتی باید استفاده کنیم؟ دستور create برای ایجاد استفاده میشه. وقتی ما از دستور create استفاده میکنیم ازمون میپرسه که چه چیزی، یعنی باید براش مشخص کنیم که چه چیزی ایجاد کنه. میگم یه دیتابیس برای من ایجاد کن. میگه خب اسم دیتابیس چی باشه؟ میگم اسم دیتابیس من فرادرس هستش. و بعد از این که اسم دیتابیس رو مشخص کردم سمیکالم رو میذارم در انتهای خط و اینتر میزنم. به من یک پیغامی رو نمایش میده، میگه query اوکی، پرسجویی که ارسال کردم اوکی هستش و یک سطر اجرا شد. منظور همین سطری هستش که براش ارسال کردم. مدت زمان اجرا رو هم به من نمایش میده. این به این معنا هستش که الان اومده و پایگاه داده رو برای من ایجاد کرده. خب پایگاه داده ایجاد شد. بریم ببینیم آیا پایگاه داده رو ایجاد کرده با توجه به این چیزی که داره میگه یا نه. برای اینکه ببینیم پایگاه داده ایجاد شده یا نه و در کل لیست پایگاه داده هایی که الان روی سرور هستن رو بهشون دسترسی داشته باشیم، از دستور شو استفاده میکنیم و میگیم که دیتابیس ها رو برای ما نمایش بده. وقتی اینتر بزنم همونطور که مشاهده میکنید نام دیتابیس فرادرس در بالای لیست قرار داره. و خب این دیتابیسی هستش که من ایجاد کردم. اما گزینه‌های بعدی چی هستن؟ گزینه‌های بعدی مثل information schema، MySQL performance schema و همینطور sys دیتابیس ها و پایگاه داده‌های خود MySQL هستن و تنظیمات و برخی از اطلاعات خود MySQL داخل این دیتابیس ها ذخیره میشه. خب میام و یه پایگاه داده جدید ایجاد میکنم. میگم اسم پایگاه داده جدید من، یعنی پایگاه داده‌ای که میخوام ایجاد کنم، مطلب سایت هستش. خب الان پایگاه داده مطلب سایت رو هم برای من ایجاد کرده و اگر لیست پایگاه داده ها رو ببینم همونطور که مشاهده میکنید فرادرس و همینطور مطلب سایت الان هستن. من الان اومدم و پایگاه داده هایی رو ایجاد کردم که وجود نداشتن. اما اگر بیام مجدد بگم پایگاه داده برای من ایجاد کن با نام فرادرس، به من یه پیغام خطا میده. میگه نمیتونم پایگاه داده با اسم فرادرس ایجاد کنم. چرا؟ پایگاه داده در حال حاضر موجود هستش. به چه صورت کاری کنیم که پایگاه داده که برای ما ایجاد میکنه اگر هم وجود داشت خطا بر نگردونه؟ یعنی بگیم در صورتی پایگاه داده رو ایجاد کن که وجود نداشته باشه، اگر وجود داشت پیغام خطا نمایش نده. کافیه تا از create
دیتابیس استفاده کنیم. اما تفاوتی که الان میخوایم ایجاد کنیم توی کوئری خودمون با دستور قبلی این هستش که میخوام بگم اگر وجود نداشت. اگر وجود نداشت رو چطوری باید بنویسم؟ میگم if not exist. اگر وجود نداشت. اسم دیتابیس چی هستش؟ فرادرس. و اینتر میزنم. میگه الان کوئری من اوکیه و یه خط اعمال شد. این خطی که اینجا هست میگه که یک خط اجرا شد، منظور همین خطی هستش که اینجا براش ارسال کردیم. یه اخطار هم داره. اون اخطار به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که دیتابیس وجود داره و داریم دیتابیسی رو ایجاد میکنیم که وجود داره. اما چون گفتیم اگر وجود نداشت ایجادش کن، اگر وجود داشت صرف نظر کن، خب پیغام خطایی رو به ما نمایش نمیده. اگر بیام و مجدد شو دیتابیس رو بزنم، همونطور که مشاهده میکنید دیتابیس فرادرس یه دونه هست، مطلب سایت هم یه دونه. برای دسترسی به پایگاه داده خودمون به چه صورت میتونیم کار کنیم؟ الان من پایگاه داده رو ایجاد کردم، میتونم بیام و به صورت نامحدود پایگاه داده ایجاد کنم. اما به چه صورت وارد یکی از این پایگاه داده ها بشم و بتونم داخلش محتوای خودم رو درج کنم و یا جداول و حالا اون پیکربندی و تنظیم ساختاری که داخل پایگاه داده میخوام انجام بدم رو انجام بدم؟ برای اینکه از لیست دیتابیس ها یا پایگاه داده ها یکی رو انتخاب کنیم، کافیه تا از دستور یوز استفاده کنیم و بگیم که یوز کنه چه دیتابیسی رو؟ فرادرس رو. و وقتی این دستور رو من وارد میکنم و اجراش میکنم، همونطور که مشاهده میکنیم میگه که دیتابیس چنجد. این به این معنا هستش که الان من وارد پایگاه داده فرادرس شدم و هر دستوری که اجرا کنم مربوط به دستورات داخل پایگاه داده، مثل ایجاد جدول، مثل تنظیمات و ارتباط بین جدول و حالا هر تغییری که مربوط به زیر بخش های یک بانک اطلاعاتی باشه بخوام انجام بدم، داخل این بانک اطلاعاتی فرادرس انجام میشه. حالا شما بانک اطلاعاتیتون رو ایجاد کردید، شاید بخواید بانک اطلاعاتی رو حذف کنید یا تنظیماتش، کلاً روال ایجادش اشتباه بوده. به چه صورت میتونیم حذفش کنیم؟ کافیه تا از دستور drop database استفاده کنیم و بگیم که اسم دیتابیسی که میخواییم drop کنیم چی هستش؟ مطلب سایت. و enter بزنیم. الان پیغام خطایی که به من نمایش میده به این خاطر هستش که اسم پایگاه داده‌ای که وارد کردم با اسم پایگاه داده‌ای که موجود هست متفاوته و میگه پایگاه داده‌ای با این اسم وجود نداره. خب اسم رو اصلاح میکنم، میگم دراپ کنه دیتابیس رو. اسم پایگاه داده من مطب سایت هستش، به اشتباه موقع ایجاد ال رو حذف کردم، میگم مطب سایت رو برای من حذف کن و اینتر میزنم. این الان اوکی هستش و اون پایگاه داده‌ای که برای من ایجاد کرده بود رو حذف میکنه. اگر بگم دیتابیس هایی که هستن رو به من نمایش بده، همونطور که مشاهده میکنید دیتابیس مطلب سایت اینجا دیگه وجود نداره. خب ما تا الان اومدیم و پایگاه داده ایجاد کردیم، انتخاب کردیم و حذف کردیم. به چه صورت میتونیم بیایم و یک پایگاه داده رو ویرایشش کنیم و تغییراتی رو داخلش اعمال کنیم؟ ما وقتی که پایگاه داده ای رو داخل MySQL ایجاد می کنیم، یکی از مفاهیمی که داخل ایجاد پایگاه داده مطرح میشه این هستش که کلیشن یا اون کاراکتر ستی که داخل اون پایگاه داده قابل ذخیره هست به چه صورت خواهد بود. منظور از کلیشن چی هستش و چرا باید کاراکتر ست رو براش تنظیم کنیم؟ بعضا پیش میاد که شما پایگاه داده‌ای رو ایجاد میکنید که میخواید داخلش محتوایی رو به زبان فارسی یا حالا یکی از زبانهایی که یونیکود هستن داخل پایگاه داده ذخیره کنید. پایگاه داده به صورت پیش‌فرض یونیکود نیستن و اگر شما محتوایی که داخل پایگاه داده قرار میدید یونیکود باشه، به صورت کاراکترهای ناشناس داخل پایگاه داده ذخیره میشه و بعداً وقتی که دارید اطلاعات رو از پایگاه داده فراخوانی میکنید با مشکل مواجه میشید، چون کاراکترهای شما به خاطر اینکه پایگاه داده از زبان UTF پشتیبانی نمیکنه به یک سری از کاراکترهای نامفهوم تبدیل شدن و داخل پایگاه داده ذخیره شدن. خب به چه صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ با استفاده از دستور alter میتونیم بیایم و یک دیتابیس رو ویرایش کنیم یا هر چیز دیگه ای رو. اما من اینجا میخوام یک دیتابیس رو ویرایش کنم و یه تغییراتی رو داخلش بدم.
میگم دیتابیس فرادرس رو برای من ویرایش کن. اینتر میزنم. میگم چیزی که میخوام ویرایش کنی چی هستش؟ کاراکتر ست رو برای من ویرایش کن. کاراکتر ست. و برابر قرار بده با UTF 8 و کلیتی که داریم، یعنی اون مجموعه رشته‌ای که داریم یا اون زبانی که میخوایم یونیکود رو براش انجام بدیم چه زبانی هست؟ UTF 8 underline اسم زبانمون رو وارد میکنیم. من اسم زبان رو پرژن میذارم، UTF 8 پرژن CI، و در پایان سمیکالم رو میزنم و اینتر میکنم. خطایی که داره نمایش میده به این خاطر هستش که کارکتر رو اشتباه نوشتیم، اینجا یک H رو اضافه گذاشتیم. خب میگم alter database و اینجا یک کارکتر H رو حذف میکنم و در پایان اینتر میزنم. خب کوئری اوکی هستش و با موفقیت اجرا شده و پایگاه داده فرادرس الان به صورت یونیکود تبدیل شده و میتونیم محتوای خودمون به زبان فارسی و یا هر زبان یونیکود دیگه‌ای که توی شاخه فارسی هست داخلش قرار بدیم. به همین سادگی. الان کار ما با دیتابیس ها به اتمام میرسه و میخوایم بریم سراغ جداول. اما قبل از اینکه وارد جداول بشیم، ما گفتیم که دستوری داریم با اسم دراپ که با استفاده از دستور دراپ میتونیم بیایم و مشخص کنیم که یک دیتابیس رو برای ما حذف کنه. خب من برای اینکه دستور دراپ رو بررسی کنیم میام و مجدداً یک دیتابیس ایجاد میکنم تحت عنوان تست اسارچ و این رو اینتر میزنم. الان این پایگاه داده ایجاد شده. همونطور که مشاهده میکنید داخل پایگاه داده های من هستش. الان من میخوام بیام و تست اسارچ رو دیلیت کنم، اما میخوام اسمش رو اشتباه بزنم به صورتی که سیستم فکر کنه دیتابیس وجود نداره. میگم دراپ کنه دیتابیس رو، اسم دیتابیس تست هستش. به من پیغام خطا میده، میگه که دیتابیس تست رو پیدا نکردم، این دیتابیس وجود نداره. ما همونطور که موقع ایجاد دیتابیس گفتیم اگر وجود نداشت ایجادش کن، اینجا هم میتونیم بیایم بگیم اگر وجود داشت حذفش کن. میگیم drop database if exists. اسم دیتابیس چی هستش؟ تسته. میگه که دیتابیس تست پیدا نشد اما کوئری چون صحیح هست اجرا میشه. اگر بیام اسارش رو بزنم حذف میشه و مجدد تکرارش کنم، مجدد کوئری من اوکی هستش اما دیگه هیچ پیغام خطایی به من نمیده. میگم که show databases و لیست تمامی دیتابیس هایی که موجود هست رو به من نمایش میده و دیتابیس تست رو هم تو که مشاهده میکنین اینجا حذف کرده. البته اینجا command prompt نیستش که دستور سیلت اجرا بشه. بریم سراغ ایجاد جداول و کار کردن با اونها. خب گفتیم که میخواییم جدول بسازیم. گفتیم برای اینکه دیتابیس رو انتخاب کنیم از یوز استفاده میکنیم. من میگم یوز کنه فرادرس رو. وارد دیتابیس فرادرس میشم. بعد از اینکه وارد دیتابیس خودمون شدیم الان باید بیایم و جدول رو ایجاد کنیم. که برای ایجاد جدول مجدداً از کلید واژه create استفاده میکنم. تیبل رو وارد میکنم. میگم این دفعه برای من جدول ایجاد کن. برای پایگاه داده دیتابیس رو میزنیم. برای جدول تیبل رو. خب بعد از اینکه مشخص کردم نام جدول خودم رو وارد میکنم و برای تنظیم فیلدها اینتر میزنم. خب میگم که فیلد اول من اسمش آیدی هستش که نوعش اینت. فیلد دوم من اسمش یوزرنیمه که یک رشته 20 کاراکتری هست و فیلد دوممون پسورده که این هم از نوع کاراکتره اما بهش طول که میدیم به رشته تبدیل میشه. میگیم یک رشته ای از کاراکتر هاست که 15 تا کاراکتر رو میتونه قبول کنه. ایمیل رو داریم که این هم کاراکتر هستش و میگیم که 30 تا میتونه دریافت کنه، 30 تا کاراکتر رو میتونه دریافت کنه. و بعد از یوزر، پسورد و همینطور ایمیل، ما نیم رو هم دریافت میکنیم اما این رو دیگه از نوع کاراکتر نمیذاریم، از نوع ورکر یا وریبل کاراکتر قرارش میدیم که میگیم این 20 تا کاراکتره. یه دونه فیلد هم درست میکنم با اسم age و میگم که برابر باشه با int. پرانتز رو میبندم و سمیکالم رو درج میکنم.
اینتر رو بزنم به من پیغام موفقیت آمیز بودن کوئری رو میده. خب میخوام ببینم که آیا برای من این جدول رو ایجاد کرده یا نه. میگم شو کنه چه چیزی رو؟ تیبل ها رو. و میگه یک تیبل دارم با اسم یوزر. الان چون من اومدم و اینجا گفتم که یوز کنه فرادرس رو، یعنی وارد فرادرس بشه، هر دستوری که بزنم داخل فرادرس اجرا میشه. خب میام یک جدول دیگه ایجاد میکنم تحت عنوان پست و میگم که این جدول محتوایی که داخلش قرار میگیره فیلدها، یکی رو آیدی رو میذارم که میگم این هم اینت باشه، تایتل رو میذارم که میگم ورکر سی کاراکتری باشه، بادی رو میذارم اینجا میگم تا 300 تا کاراکتر دریافت کنم و ایمیج آدرس رو قرار میده. نمیخوایم تصویر ذخیره کنیم، میخوایم محل قرارگیری یک تصویر رو دریافت کنیم و داخل این قرارش بدیم. به همین سادگی. و مثلا یه دونه فیلتر هم بذاریم با اسم استاتوس که از نوع اینت هستش، به صورت تسته، چون فعلا که نمیخوایم داخلش محتوا قرار بدیم. اینتر رو میزنم و جدول دوم من هم ایجاد میشه. اگر بیام بگم show tables اینتر کنم، یه جدول دارم به اسم post و یک جدول هم دارم به اسم user. حالا ما اومدیم و جداول خودمون رو ایجاد کردیم. به چه صورت میتونیم جداول رو تغییر بدیم؟ مثلا من الان جدول خودم رو ایجاد کردم، متوجه شدم که ساختار جدول اشتباه، نیاز هستش تا یکی دو تا فیلد دیگه هم بهش اضافه کنم. یا اسم جدول رو میخوایم تغییر بدیم یا حالا کارهای دیگه. اگر جداول شما تازه باشن و هیچ محتوایی داخلشون قرار نگرفته باشه، خب شاید این حالات برای شما اوکی باشه که خب میگید میام جدول رو حذف میکنم، مجدد از اول با یک ساختار بهتری طراحیش میکنم و کوئریش رو مینویسم و اجرا میکنم. اما وقتی داخل جدولتون چند تا رکورد ذخیره شده باشه، اطلاعات چند تا کاربر یا حالا یک سری اطلاعات قرار گرفته باشه، دیگه کار حذف کردن و ایجاد مجددش منطقی نیستش. حالا جدایی از این که باید یک زمان اضافه‌ای رو بذارید برای این کار و خب یک زمانی رو هم باید بذارید تا محتوا رو قرار بدید داخل جدول و حالا کارهای دیگه. خب به چه صورت میتونیم بیایم و جدول رو تغییر بدیم؟ مثلا من میخوام بیام و جدول یوزر خودم رو اسمش رو عوض کنم، بذارم یوزرز، یعنی اس انتهاش اضافه کنم. به چه صورت این کار رو انجام بدیم؟ ما گفتیم که با استفاده از دستور آلتر داخل قسمت دیتابیس ها میتونیم بیایم و یه دیتابیس رو ویرایش کنیم. همین دستور آلتر داخل جداول هم ازش میشه استفاده کرد، به این صورت که بگیم آلتر کنه تیبل رو و اسم جدول اولمون رو انتخاب کنیم، یعنی جدول مبدا. میگم جدول یوزر رو انتخاب کنه و ویرایشش کنه. تو این ویرایش چیکار کنه؟ میگم رینیمش کنه به یوزرز و در انتها سمیکالن رو میذارم و اینتر میزنم. الان اگر بیام و جداول رو مشاهده کنم، همونطور که مشاهده میکنید یه اسم یوزری وجود نداره، تبدیل شده به یوزرز. ما همونطور که میتونیم بیایم و اسم جدول رو حذف کنیم، میتونیم بیایم و محتوای جدول رو هم عوض کنیم. مثلا من میخوام بیام و داخل یک جدولی یه ستون جدید اضافه کنم. الان داخل جدول یوزر من آیدی رو دارم، یوزرنیم رو دارم، پسورد رو دارم، ایمیل رو دارم، نیم رو دارم، ایج رو دارم. حالا میخوام بیام و یه ستون جدید اضافه کنم. با استفاده از دستور اد میتونیم این کار رو انجام بدیم و در انتهای جدول بعد از آخرین ستون یه ستون جدید اضافه کنیم. که برای این کار کافیه تا از alter table استفاده کنم و بگم تیبلی که میخوام اصلاح کنم چیه؟ تیبل users. تیبل users رو اصلاح کن. چیکار کن؟ add کنه. اسم ستون رو وارد میکنم. میگم که یه ستونی باشه تحت عنوان study. مثلا میخوام رشتهش رو بگیرم و میگم character باشه و 15 تا. به همین سادگی. اینتر رو که بزنم به من پیغام کوئری اوکی رو میده و الان اون جدول رو برای من اصلاح کرد. برای اینکه بتونم ببینم آیا فیلدها درستن، از دستور دیسکرایب استفاده میکنم. میگم که دیسکرایب کنه چه جدولی رو؟ جدول یوزرها رو.
اینتر میزنم. همونطور که مشاهده میکنید میگه که یه فیلد دارم با اسم آیدی، یه فیلد دارم یوزرنیم، پسورد، ایمیل، نیم، ایج و استادی هم اضافه شده و اینجا هم تایپ ها هست. نال، کی و دیفالت ولی و حالا یک سری چیزهای دیگر رو جلوتر بررسی میکنیم. ما داخل SQL یک سری دستور داریم که بهشون میگن constraint که معنای لغویش میشه اعمال محدودیت روی فیلدها. یعنی constraint محدود میکنه و استفاده ازشون باعث میشه تا فیلدهای ما داخل جداول محدود بشن و این محدودیتی که میذاریم باعث میشه تا ساختارشون بهتر بشه. مثلا من میخوام مشخص کنم که فیلدی نال نباشه یا مقدار دیفالت داشته باشه. حالا مقدار دیفالت کانسترینت محسوب نمیشه، اما نال بودن، کلید بودن، یونیک بودن یا اختصاصی بودن محتوا و حالا پارامترهای دیگه اینا جزء محدودیت ها محسوب میشن و کمک میکنن تا دیتایی که دریافت میکنیم از کاربر با استاندارد بهتری داخل پایگاه داده ذخیره بشه. خب میام و تغییر دیگه ای رو داخل پایگاه داده خودم میدم. میخوام بیام و یک فیلد رو حذف کنم. مثلا میخوام ستون ایج رو حذف کنم. چیکار میکنم؟ میگم آلتر کنه تیبل رو. تیبلی که میخوام آلتر کنم یوزرزه. میگم چیکار کنه؟ دراپ کنه چه چیزی رو؟ کالم رو. و اسم اون ستونی که میخوام بیام حذف کنم رو براش مشخص میکنم و در انتها سمیکالن و اینتر میزنم. الان اجرا شد. اگر بیام و بگم که دیسکرایب کنه جدول یوزرز رو برای من، همونطور که مشاهده میکنید دیگه فیلد ایج رو اینجا نداریم. به همین سادگی میتونیم بیایم و تغییراتی که میخواییم رو روش اعمال کنیم. همینطور میتونیم بیایم و یه فیلدی که هست رو اصلاح کنیم. مثلا ما آمدیم و فیلد استادی رو ایجاد کردیم و خب اینطور در نظر گرفتیم که رشته تحصیلی مثلا کارمندای ما 15 تا کاراکتر بیشتر نیست. حالا یه کارمندی اومد توی شرکت ما، یه عضوی وارد سایت ما شد، یه شخصی اومد تو سیستم ثبت نام کرد که رشته تحصیلیش بیشتر از 15 تا کاراکتر بود. چیکار کنیم؟ نمیتونیم حذف کنیم و نمیتونیم تغییرش بدیم به اون روش عادی، یعنی برام بگم کاراکتر رو بکن 20 تا با درگ اند دراپ که نمیشه، با محیط یو آی هم که در اختیار ما قرار نداره. به چه صورت این کار رو انجام بدیم؟ برای این کار اصطلاحاً میگن اون ستون یا فیلد رو باید بیایم و مودیفای کنیم. برای مودیفای کردن خیلی راحت، میام میگم که آلتر کنه تیبل رو. اسم تیبل من چیه؟ یوزرز. خب میگم یوزرز رو چیکار کن؟ میگم مودیفای کن. خب مودیفای کنم چه تغییری بدم؟ میگم که فیلد استادی رو بگیر، توش کاراکتر هست 15 تا، اینو بکن ورکر و طولش رو بذار 30 تا. اینتر میزنم. یه کوئری اوکیه. دسکرایب رو میزنم و میگم دسکرایب کن چه چیزی رو؟ دسکرایب کن یوزرز رو. اینتر میزنم. همونطور که مشاهده میکنید استادی از رشته‌ای که 15 تا کاراکتر میتونست بگیره به رشته‌ای که 30 تا کاراکتر میتونه بگیره تغییر داده. به همین سادگی. ما مقدار دیفالت رو هم داریم. میتونیم بیایم و ست کنیم. دیفالت به این معنا هستش که اگر رکوردی داره ایجاد میشه و برای اون ستون مقداری در نظر گرفته نشده، خودش به صورت پیش فرض بیاد و یه مقداری رو در نظر بگیره. من میام و میگم که برای استادی به صورت پیشفرض کامپیوتر رو در نظر بگیر. برای اینکه مقداری رو براش تعریف کنم میگم آلتر کنه تیبل رو، تیبل یوزرز رو. میگم که چه چیزی رو میخوام تغییر بدم؟ میگم که استادی رو میخوام تغییر بدم. چه تغییری؟ میگم که ست کنه دیفالت و مقدار مورد نظر خودم رو اینجا براش مشخص میکنم. میگم کامپیوتر باشه. اینتر میزنم. اگر بیام بگم که دیسکرایب کنه یوزرز رو، همونطور که مشاهده میکنید مقدار دیفالت این فیلد کامپیوتره و دیگه نال نخواهد بود. عبارت کامپیوتر رو براشون درج میکنه. و همین سادگی میتونیم بیایم و جداول خودمون رو بعد از ایجاد ویرایش کنیم و حالا اون تغییراتی که میخوایم رو داخلشون اعمال کنیم. خب بیایم و لیست جداولی که داشتیم رو ببینیم. ما اومدیم و با استفاده از دستور آلتر اسم جدول رو تغییر دادیم. با استفاده از دستور رینیم تیبل هم میتونیم بیایم و اسم جدول رو تغییر بدیم. مثلا من میام و میگم که جدول پست رو
به articles تغییر بده. اگر بیان بگم که show tables رو اجرا کنه، دیگه پست نداریم، به articles تغییر نام داده. همینطور میتونم بیام و جدولی رو حذف کنم که میگم drop کنه چی رو؟ table رو. اگر اسمش پست باشه، این برای ما پیغام خطا برمیگردونه. میگم که اگر موجود باشه بیاد و دراپش کنه. میگه موجود نیست، حذف نمیکنه چون چیزی نیستش که حذف کنه. اما اگر اون if exist رو برمیداشتیم پیغام خطا به ما میداد. حالا میگیم دراپ کنه چه جدولی رو؟ جدول articles رو، حذف میشه. و اگر بیام show tables رو بزنم، جدول articles اینجا وجود نداره. ما تا الان اومدیم و جداول رو ایجاد کردیم. فقط توجه داشته باشید جداولی که ما تا الان ایجاد کردیم جداول دائمی هستن. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که این جدول روی پایگاه داده هست و ما خودمون به صورت مستقیم از دستور drop استفاده نکردیم و حذفش نکردیم، این وجود داره. اما ما در کنار جداول دائمی یه جداولی داریم تحت عنوان جداول موقت یا temporary. جداول موقت جداولی هستن که تا زمانی که سرور MySQL فعال روی سرور هستن. اما همین که سرور MySQL بسته میشه، اینها هم از روی سرور حذف میشن و دیگه توی بانک اطلاعاتیمون وجود ندارن. این جداول بیشتر برای حالت بکاپ استفاده میشه. یا شما نیاز دارید که اطلاعات یک جدول رو به یک جدول دیگه به صورت موقت انتقال بدید تا یک سری عملیات برای بازیابی یا بهبود جداول و یا حذف رکوردهای اضافی انجام بدید. حالا عملیاتی از این قبیل. اما در لحظه نیاز هستش که یک جدولی وجود داشته باشه که دائمی هم نباشه و بشه حذفش کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیاره. چون جداول موقت کلید نمیگیرن و به جدول دیگه لینک نمیشن و همینطور لینک نمیشه بهشون داد. محدودیت هایی که روی جدول دائمی هست روی جداول موقت وجود نداره از نظر کلید خارجی و داخلی. خب به چه صورت میتونیم بیایم و یک جدول رو ایجاد کنیم که به صورت موقت باشه؟ میام میگم که create کنه تیبل رو، اما این دفعه به جای تیبل میزنم temporary table. temporary table. اسم جدول چیه؟ میگم key post، یعنی temporary post. و اینجا هم فیلدها رو براش مشخص میکنم. میگم یه آیدی دارم اینت، یه دونه تایتل دارم که 3 تا کاراکتر میگیره و یه دونه هم بادی دارم که 300 تا کاراکتر میگیره. چه میبندم و اینتر میزنم. اگر بیام بگم show tables کنه، همونطور که مشاهده میکنید جدول کی پست اجرا شده اما وجود نداره. توی لیست جداول فقط جداولی نمایش داده میشن که به صورت دائمی داخل پایگاه داده باشن. حالا میتونم بیام و جدول کی پست رو هم حذف کنم. کافیه تا بگم drop کنه temporary table رو که اسمش کی پست هستش و اجرا میشه و دیگه هیچ جدول موقتی هم وجود نداره. همینطور اگر MySQL رو ببندم هم اون جدول حذف میشه، به صورت موقت هستش. خب دوستان، کار ما همینجا با پایگاه داده و همینطور جداول به اتمام میرسه. توی درس‌های بعدی با مفاهیم و دستورات و حالا مطالب بیشتری از مدیریت و کار با MySQL آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور بتونیم پایگاه داده های خودمون رو داخل MySQL ایجاد و مدیریت کنیم.